درود دوستان، خوش آمد به یه ویدیو دیگه از چنل منگی. بچه داخل این ویدیو قراره در مورد کلاسیک پلاس با هم دیگه صحبت کنیم. اگر مشتاق هستید میتونید تا آخر ویدیو حتما با من همراه باشید. دوستان، این کلاسیک پلاسی که بلیزارد بالاخره به ما ارائه داده دقیقاً چیزی بوده که ما میخواستیم. بلیزارد بیاد نسبت به نسخه 60 کلاسیک ارائه که الان ما داریم یک اکسپنشن به صورت آپگرید شده و آپدیت شده، مثلا برزسون یک سری از کلاس‌ها، یه سری مثلا کلاس چنجا بهمون بده، یه سری ریس‌های جدید بهمون بده، یه سری رید های جدید بهمون بده. بلیزارد موفق شدش و تونست که به ما این اکسپنشن رو ارائه بده در آخر که اسمش هست World of Warcraft Season of the Discovery. بچه این دقیقاً همون کلاسیک پلاس خودمونه که خیلی وقته که همونطوری که گفتم ما منتظرشیم که بلیزارد یه سری تغییرات روی کلاسیک ارائه بده و آخر این کار رو انجام دادش و بالاخره ما قراره شاهد پلی دادن کلاسیک پلاس باشیم. در 30 نوامبر میتونیم این کار رو انجام بدیم و این نسخه جدید رو پلی بدیم. جا داره که اینو بهتون بگم به بعضیایی که نمیدونن، اینکه کلاسیک پلاس کاملا با کلاسیک ارا، لیچ کینگ، ریتیل، هاردکور جدا هستش و سرورهای جدای خودشو داره و خیالتون جمع باشه که هیچی از هیرومون قرار نیست پاک بشه، هیچی از هیرومون قرار نیست از ادامه وجود داشته باشه. فقط یک گیم جدایی هستش که ما واسه کلاس ها یه سری لول های جدید داریم، یه سری کوست های جدید داریم، یه سری رید های جدید داریم و یه سری سیستم های متفاوتی داریم نسبت به کلاسیک 60 خودمون که میتونیم این بازی رو انجام بدیم، تجربه جدیدی رو از نسخه 60 کسب کنیم. یکی از تغییراتی که من میتونم بهش اشاره کنم این هستش که لول کپ، یعنی مکس لول در این نسخه 25 هستش که هر فیز جدیدی که میاد این مکس لول قرار زیادتر بشه. یعنی وقتی که ما اول بازی رو شروع میکنیم در فیز یک بازی تا لول 25 میریم، وقتی که لول 25 شدیم رید های لول 25 رو میزنیم که 3 روز لاک اوت هستن و 3 روز ریسیت میشن و ما هر فیز جدیدی که دریافت میکنیم باعث میشه که این مکس لولی که ما تا 25 میتونیم فقط ببریم ارتقا پیدا کنه به لول 30 یا 35 یا 45 یا حالا تا همین ادامه پیدا کنه تا نسخه خود 60 بچه ها. و همینطوری این امکان داره یک سال تا دو سال طول بکشه که این فیز ها رو همینطوری بدن تا ما به لول 60 برسیم بچه ها. بسیاری از زون های جدیدی که قبلا میخواستن واسه کلاسیک ارا بیارن تصمیم دارن که داخل این نسخه به ما ارائه بدن. در اصل این نسخه 90% جوری هستش که مثلا اسپل هایی به کلاس ها دادن که قبلا واسه مثلا نسخه 2004 خودش که همین وانیلا باشه، نسخه اولین نسخه وارکرافت، میخواستن داخل همونجا ریلیز کنن که باعث شدش که بعدش مثلا داخل تی بی سی، داخل لیشکین، داخل اکسپنشن های بعدی به گیم اضافه کنن. خب الان همونا رو میخوان داخل همین اول اضافه کنن. مثلا پلنس پریست قرار نبودش که همون اول اضافه بشه و داخل تی بی سی اضافه شدش یا داخل لیشکین اضافه شدش، دقیقا نمیدونم، فقط اینو میدونم که داخل اکسپنشن های بعدش این اسپل به پریست اضافه شد و اما این اسپل رو الان میخوان به پریست اضافه کنن داخل همین نسخه قدیمی که ما میتونیم پلی بدیم بچه، که بهش هم داریم میگیم کلاسیک پلاس. پس در نتیجه من میتونم بهتون بگم که ما قرار شاهد زونهای جدید باشیم مثل امرالد دیریم که یک مکانیه که الان داخل دراگون فلایت میخوان بیارنش که میخوان شما برین ازش محافظت کنین. این مکان خیلی وقت حرفاش زده شده و شما برین عکسای قدیمیشو نگاه کنید، مثلا یه سری ایمیجین های در موردش شده و شما میتونین عکسای قدیمیشو نگاه کنین که مردم چه فکری راجع به این سرزمین میکردن، چون این سرزمین حالا داستانهای پشت خودشو داره که قبلا بلیزارد به اون خبر داده بود که اینو رو یه جایی میخواد بیاره و این رو اتفاقا میخواست داخل نسخه 60 بیاره، یعنی همون 2004 که قسمت نشد و همونطور که گفته بودم چیزایی که اونجا نیورده میخواست اینجا بیاره، که در نتیجه ما میتونیم حدس خیلی قوی بزنیم که قرار شاهد این مپ داخل کلاسیک پلاس باشیم. حالا من بهتون توضیح دادم که در اصل این ریشه این بازی از کجا میاد و بلیزارد دقیقاً چه چیزایی رو میخواست به این بازی بگیره اضافه کنه و هدف ساختن این بازی چی بود. ما تا همه اینجا رو متوجه شدیم، الان وقتشی که بهتون راجع به گیم پلی بگم. ببینید بچه ها، ما کلاس جدیدی نداریم اما یک جورایی انقدر به کلاسمون اسپل های مختلف و انقدر به کلاسمون اسپل های مختلفی اضافه شده که میشه بهشون به عنوان کلاس جدید معرفی کرد. منظور من اینه که با میجی که آدم بتونه هیل بده خب یک کلاس جدید حساب میشه، یا با روگی که آدم بتونه تانک کنه
یه کلاس جدید حساب میشه. با وارلاکی که آدم بتونه تانک کنه یه کلاس جدید حساب میشه و با شمنی که میتونه المنتال باشه و یا میتونه انهانس باشه یه کلاس جدید حساب میشه. و همچنان مثلا هانترا میتونن بیان از نزدیک اتک بدن مثل تالنت سیوریوالشون داخل ریتیل و میتونن دو دستی دست بگیرن که دی پی اس کاملا خوبی بدن از نزدیک. و همچنان مثلا واریورا یه سری از اسپل های ریتیل توریشون رو گرفتن و یا پالادین ها میتونن الان تانت کنن، میتونن به راحتی تانک کنن، میتونن به راحتی رد پلی بدن و میتونن به راحتی هیلر پلی بدن. البته هیلر رو میتونن پلی بدن، ولی رد پلی دادن پالادین ها و پروتکشن پلی دادن پالادین ها یه قابلیت جدیدی هستش که داخل کلاسیک پلاس دارن بچه ها. من حالا نمیخوام دقیق بهتون توضیح بدم که چه اسپل هایی دقیقا به چه تلنت هایی دقیقا به چه رول هایی داخل گیم قراره به این کلاس ها اضافه بشه، ولی یه جورای کلی بهتون گفتم که کلن کلاس ها زیرو رو شدن و هر چی که شما فکر کنید نمیشد داخل کلاسیک پلی داد الان میشه پلی داد. مثلا خیلی واضحه المنتال شمن نمیشد پلی داد الان میشه پلی داد. و همچنین همین فکر رو راجب تمام کلاس ها بکنید، چیزی که نمیشه پلی داد و حقش بود که بتونه پلی بده الان میشه پلی داد، مثل بالانس دروید، هیلر دروید و و و غیره. حالا که در مورد اسپل ها دارم صحبت میکنم جا داره راجب این صحبت کنم که اسپل ها اینطوری مثلا یه جوری هستش که انگار داخل سرتاسر مپ مخفی شده هستش و شما میتونید برید این اسپل ها رو پیدا کنید، که طوری که من شنیدم میگن که ما 100 تا اسپل های مختلف داریم واسه هر کلاس اسپل های اضافه. بچه‌ها یه بار دیگه براتون گوش بدین، 100 تا حدود 100 تا اسپل جدید داریم واسه این گیم که میتونید شما واسه هر کلاسی پیداش کنین. حالا اونطوری که میتونید کوست مخفی واسش بزنین که اون اسپل ها رو بگیرین یا اینکه رید براش بزنین تا اون گونه اسپل ها رو بگیرین دیگه من نمیدونم. این اسپل ها هم اینطوریه که مثلا شما اگه یادتون باشه واسه اینکه میج با میج داخل کلاسیک 60 بتونید واتر قوی تری درست کنید بعد میرفتین یه سری کوست ها میزدید. دقیقا یه کمی ربط داره به همچین چیزی و میتونم اینطوری واسه تون مثال بزنم که راحت تر متوجه بشید که ما یه سیستم داخل این گیم داریم به نام رون که ما میتونیم یه سری انچنت رو روی گیرامون بذاریم که این انچنت ها در اصل یه سری اسپل هایی هستن که با ما قراره اضافه بشن. مثلا اسپل شادو استرایک روگ رو روی لگمون میذاریم تا بتونیم از اسپل شادو استرایک استفاده کنیم بچه. و دقیقا در مورد اسپل هایی که میتونیم کشف کنیم که من دارم صحبت میکنم همین رون ها هستن که که تو سر و سر مپ یا داخل کوست های مخفی یا داخل رید ها ما میتونیم این اسپل های مخفی و رون های مخفی رو پیدا کنیم بچه. و اینگونه میشود که کلاس ما کلی اسپل های مختلف داره، کلی گیم پلی مختلف داره، کلی گیم پلی جدید داره و اینطوری میشه که این گیم خیلی هایپ میشه. ولی خب جا داره این رو بگم که اصلا اون چیزی که پلیرها فکرشو میکردن اتفاق نیافتاده و خیلی از این بابت ناراحت هستن و من حدس میزنم که یعنی فکر کنم نظرات شما هم همین باشه که ما دیگه به بلیزارد اعتماد نداریم که بخواد یه کاریو درست انجام بده، چون واقعا هم به ما باید حق بدن. انقدر که زده ریده آدم دیگه واقعا میترسه که به اینا اعتماد کنه، واسه این پلیر دیگه اعتماد ندارن. الان که بلیزارد یه چیز جدید آورده به دور از فکر پلیرها و نظرات پلیرها، پلیرها ترسیدن میگن این چه چرت و پرتی آوردین، این عمرن اون چیزی که ما بخوایم نمیشه و این عمرن موفق نمیشه. ولی خب بچه ها بذارید یه شانسی به این گیم بدیم، شاید واقعا حال بده. در مرحله آخر من میخوام از نوع رید زدنش باهاتون صحبت کنم. خوشبختانه 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 همونطوری که من خیلی دوست داشتم بعد داخل یکی از ویدیوهام گفتم، دوست داشتم که رید های کلاسیک ارا به شدت راحت باشن و همچنان داخل اینجا رید ها کاملا راحت هستن و اصلا مکانیک هایی که دارن باعث فان بودن گیم میشه بیشتر تا اینکه شما هاردکور پلی بدید، این ور کنید، چپ کنید، بالا کنید، پایین کنید، که جخالی بدید، اینو نمیرید، اونونو نمیرید، اصلا این داستان ها نیست. یه مکانیک خیلی کوچولو واسه هر بازی برای شما گذاشتن که شما اون رو بدونید یا اینکه بدونستن و ندونستنش واقعا هیچ فرقی نداره. در مرحله اول برید یه بار وایپ کنید میفهمید تموم شده رفت. بعدش مثلا وایپی وجود نداره که شما برید استریمرها رو ببینید، استریمرهایی که در مرحله اول بدون هیچ ایده 10 دقیقه فقط بازی رو این بازی رو بازی کرده بودن، داخل همون 10 دقیقه رفتن رید رو کلیر کردن. به همین راحتی بچه‌ها، که اینو من خیلی دوست دارم که ریدهاش به شدت راحتن و فقط واسه تفریح کردن و عشق و حال بچه‌ها، بریز و بپاش، اصلا عالی شده. خب و ریدهاش اینطوری به وجود میاد که مثلا بچه‌ها ما واسه لول 25 رید BFD داریم، واسه لول 30 رید مثلا ریزون فارن داون داریم،
مثلا رید 35 رید اسکارلت مانستری رو داریم و هر چی که لولمون هر فیز میره بالاتر با رید های مختلفی روبرو میشیم که این خیلی مزه بازی رو بیشتر میکنه بچه ها. در مرحله آخر که شما انتظار داشتید که من در مورد درآمدزایی صحبت کنم، باید اینو بهتون بگم که درآمدزایی از این بازی کلا یه بحث جدایی هستش که من باید یه ویدیو دیگه براش بسازم. اصلا هم نگران نباشید، تا 30 نوامبر وقت داریم که در مورد این موضوع صحبت کنیم، یعنی 25 روز دیگه ما وقت داریم بچه‌ها. زیاد عجله نکنید، تا اون موقع 100% ویدیو رو دستتون میرسونم. مرسی که ویدیو رو تا اینجا تماشا کردید. اگه کامنتی، نظری، چیزی دارید حتما به من بگید. 100% کامنتاتون رو میخونم، نظراتتون رو گوش میکنم. تا ویدیو بعدی بچه‌ها، فعلا خدافظ.